بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دسته عزاداری حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام با حضور آیت الله العظمى شیرازی برگزار شد. علما، فضلا و شخصیت‌های علمی و فرهنگی و عموم عزاداران در این دسته عزاداری شرکت کردند. آیت الله العظمى شیرازی در این مراسم که هر سال صبح روز عاشورا برگزار می شود، به نشانه عزا پای برهنه و بدون عبا حضور می یابند. منابع خبری از ورود عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق به شهر مقدس کربلا خبر دادند. به گفته این منابع خبری، هدف از سفر وزیر کشور عراق به شهر مقدس کربلا نظارت مستقیم بر طرح امنیتی ویژه عاشورای حسینی علیه السلام است. در همین راستا وزارت کشور عراق با صدور بیانیه‌ای رسمی ضمن اعلام این خبر افزود، عبدالامیر الشمری صبح روز سه‌شنبه، یعنی یک روز پیش از روز عاشورا، به وقت عراق وارد استان کربلا شد. میثم الزیدی فرمانده لشکر رزمی العباس روز گذشته از پیشرفت چشمگیر از خدمت رسانی به زائرین در گذرگاه مرزی ضرباتی در استان واسط خبر داد. الزیدی در ادامه از آمادگی گردان رزمی العباس از مجموعه خدمات مرزی برای رفاه حال زائران عتبات عالیات در مرز ضرباتی در ایام اربعین نیز خبر داد. فرمانده لشکر العباس پیش از این اعلام کرده بود که این لشکر مجوز ساخت مجتمع‌هایی با عنوان مجتمع خدمات رسانی به زائرین حرم عباسی در 5 گذرگاه مرزی در استان‌های مرکزی و جنوبی را دریافت کرده است. جمعیت هلال احمر عراق شعبه شهر مقدس کربلا روز گذشته از اعلام آمادگی کامل نیروی انسانی و لوجستیک خود برای ارائه خدمات اورژانسی و پزشکی به زائران در روز عاشورا خبر داد. فلاح محمد رضا، مدیر شعبه انجمن هلال احمر در شهر مقدس کربلا، در بیانیه اظهار داشت این طرح شامل کارکنان و داوطلبان هلال احمر به تعداد 150 نفر از اعضا و داوطلبان است که بین 6 گروه پیاده و ثابت در مرکز شهر توزیع شدند. همچنین کلینیک سیار پزشکی با تمام کادر درمانی خود، هم از پزشک، پرستار و داوطلب، با ارائه خدمات درمانی و دارویی در طول روزها برای خدمت به زائران همکاری و مشارکت دارد. افراد ناشناس صبح امروز به یک مجلس عزاداری شهادت امام حسین علیه السلام در حسینیه امام علی علیه السلام در عمان حمله کردند. به گزارش خبرگزاری اخبارشی، منابع محلی در عمان گزارش داد یک حمله تروریستی صبح امروز سه‌شنبه 26 تیر به مجلس عزاداری حسینی که اقلیت پاکستانی مقیم عمان به مناسبت عاشورا در حسینیه امام علی علیه السلام در منطقه الوادی الکبیر در استان مطرح در عمان برگزار می‌شد انجام شد. در نتیجه این حمله تروریستی 6 نفر شهید و 10 نفر زخمی شدند. احتمال می‌رود تعداد شهدای این حمله تروریستی افزایش یابد. پلیس همه تدابیر امنیتی لازم را برای برخورد با این حادثه تروریستی اتخاذ کردند. در حال حاضر تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده.